فرمان رکتانگل. از فرمان رکتانگل برای ترسیم چارزلی های به هم پیوسته از قبیل مربع، مستطیل، به صورت افقی، مورب، گوشه گرد و گوشه پخورده استفاده میشه. مستطیل رسم شده به صورت یک مجموعه واحد میباشد، یعنی با کلیک چپ کردن روی یکی از اضلاع مستطیل کل مستطیل انتخاب میشه. روش های اجرای فرمان رکتانگل. روش اول، از طریق نوار منوی بازشو درا. روی نوار منوی بازشو درا کلیک چپ میکنیم، یه منوی آبشاری باز میشه. سپس با کلیک چپ کردن بر روی رکتانگل فرمان اجرا میشه. کلید اسکیپ و صفحه کلید رو میفشارم. روش دوم، از طریق نوار ابزار. از طریق نوار ابزار درو روی آیکون فرمان رکتانگل کلیک چپ میکنیم، فرمان اجرا میشه. روش سوم، تایپ حروف REC در خط فرمان. قبل از اینکه در خط فرمان تایپ کنم، از حالت زبان نوار وضعیت ویندوز که حالت انگلیسی باشه کنترلش میکنم، در قسمت تایپ کامان کلیک چپ میکنم و حروف REC رو تایپ میکنم تا فهرست پیشنهادی فرمان رکتانگل رو به من پیشنهاد بده. خب کلید اسکیپ و صفحه کلید رو اینجا میفشارم. روش چهارم، استفاده از سربرگ هوم پنل دراست. ببینید اینجا اگر من روی فرمان آیکون فرمان رکتانگل کلیک چپ کنم فرمان اجرا میشه. این فلش مشکی رنگی رو به پایین در واقع فرمان رکتانگل و پولیگان رو که در قسمت بعد خدمت توضیح میدم در یک آیکون قرار داده. در خط فرمان در قسمت تایپ کامان حروف REC رو که معرف فرمان رکتانگله تایپ میکنم و کلید اینتر رو میفشاریم. خب ببینید در خط فرمان یه همچین اعلانی برای من ظاهر شده، REC Rectangle Specify First Corner Point. از من گوشه اول مستطیل رو میخواد. این قسمت رو ببینید، Specify First Corner Point. خب ببین دقیقا مستطیل ما از دو گوشه تشکیل شده، گوشه اول به عنوان First Corner و گوشه دوم به عنوان گوشه Next Corner یا Other Corner. خب اینجا اگر ملاحظه کنین، من مکان نما که به حالت به علاوه ترسیم تبدیل شده در یک نقطه فرضی کلیک چپ میکنم. خب ببینید همراه مکان نمای من یه مستطیل در صفحه ترسیم ظاهر میشه و در خط فرمان اینجا اگه ملاحظه کنین Specify Other Corner برای من ظاهر میشه. من با استفاده از فرمان رکتانگل با سه روش میتونم یک مستطیل رو ترسیم کنم. روش اول اینی که من بیام پس از تعیین گوشه اول بیام از طریق اعلان Specify Other Corner گوشه بعدی یا گوشه دوم رو از طریق دکارتی مطلق، دکارتی نسبی و یا قطبی نسبی معرفی کنم. من دارم گوشه دوم، منظورم گوشه دوم اینجاست. بیام این گوشه رو از طریق روش دکارتی مطلق، دکارتی نسبی یا قطبی نسبی معرفی کنم. روش دوم اینه که من به جایی که بیام گوشه دوم رو یا گوشه بعدی رو معرفی کنم از زیر مجموعه ایریا استفاده کنم. یعنی من بگم مستطیل من مثلا مساحتی برابر با 100 داشته باشه و طولش هم 12 باشه. عرض رو خود برنامه برای من ماستر میکنه. روش سوم استفاده از زیر مجموعه دایمنشنه که من در زیر مجموعه دایمنشن اینجا در خدمت مشخص میکنم، میام طول و عرض مستطیل رو تعیین میکنم. مثلا میگم طولم 11، عرضم 13. خب من اینجا این سه روش ترسیم مستطیل رو خدمتتون گفتم. من میام اینجا در این نقطه فرضی کلیک چپ میکنم. خب ببین این مستطیلی که من اینجا خدمتتون ترسیم کردم، این مستطیلی که دقیقاً روی محور X قرار داره. چطور میشه مستطیل رو در حین ترسیم چرخان؟ من مجدداً فرمان مستطیل رو با کلیک راست کردن در صفحه ترسیم و کلیک روی گزینه ریپید رکتانگل اجرا میکنم. ببین اینجا برای من فرست کورنر اومده در خط فرمان، اسپسیفای فرست کورنر پوینت، میگه گوشه اول، نقطه گوشه اول رو تعیین کنید. من در این نقطه فرضی اینجا کلیک چپ میکنم، من میخوام مستطیلم 45 درجه برای من بچرخه. اینجا ببینید در قسمت پایین در اعلان بعدی اسپسیفای آدر کورنر پوینت یه زیر مجموعه داره به نام روتیشن. خب من با استفاده از این زیر مجموعه میتونم بیام مستطیل رو بچرخونم.
در خط فرمان حرف R رو که معرف زیر مجموعه روتیشنه تایپ میکنم و کلید انتر رو میفشارم، یا میتونم روی روتیشن کلیک چپ کنم. خب از اینجا ببین مستطیل من داره یه حالت هول اون نقطه اول یا اون گوشه اولی که براش تعیین کردم داره میچرخه. یه خورده بزرگ میکنم اینو، ببین چرخشو دقیقاً احساس کنید، این داره میچرخه. خب در خط فرمان یه همچین اعلانی برای من ظاهر شده: specify rotation angle، میگه زاویه چرخش رو تعیین کن. در حالت پیش فرض چنده؟ صفره. پیک پوینت، این زیر مجموعه پیک پوینت یعنی چی؟ یعنی میگه به جای اینکه بیای مثلا عدد وارد کنی، زاویه 45 درجه، 90 درجه، 135 درجه، نمیدونم 20 درجه، بیا با استفاده از دو نقطه این کار رو انجام بده. که من میام اینجا در خط فرمان زاویه مثلا 45 درجه رو براتون تایپ میکنم، کلید انتر رو سپس میفشارم. خب حالا ببینید دیگه مستطیل من یا اصطلاحاً چارزل ای من اون زل پایینش رو محور X نیست، در راستای محور 45 درجه است. حالا میام مثلا میام اینجا میام کلیک چپ میکنم، دوباره فرمان رکتانگل رو اجرا میکنم، کلیک راست میکنم برای صفحه ترسیم و گزینه ریپیت رکتانگل اجرا میکنم. میخوام ببینم هایا این بار اما مستطیل من اون زل پایینش در راستای محور 0 درجه است یا 45 درجه. البته ببینید چون من فرمان رو اجرا کردم، در فرمان برای من اینجا یه عبارتی اومده به نام current rectangle mode rotation 45 درجه، میگه مستطیلی که داره شما میخوای از این جا به بعد رسم کنی زاویه‌اش 45 درجه است. ببینید اگر من اینجا کلیک چپ کنم دیگه زاویه من شد 45 درجه. من مجددا در صفحه ترسیم کلیک راست میکنم و گزینه ریپ دایرکت انگل رو اجرا میکنم. حالا چطور من بیام این روتیشن رو این بار صفر کنم؟ من اول باید specify first corner رو برایش تعیین کنم، در این نقطه فرضی کلیک میکنم تا اعلان specify other corner برای من اینجا ظاهر بشه. در مقابل اعلان specify other corner از بین زیر مجموعه ها دوباره روتیشن رو انتخاب میکنم، در خط فرمان حرف R رو که معرف روتیشن تایپ میکنم، کلید انتر رو میفشارم. حالا اینجا ببینید در داخل کادر پیشفرض چه عددی وجود داره؟ 45 درجه است دیگه. من میام این رو عدد 0 تایپ میکنم و کلید انتر رو میفشارم. حالا ببینید مستطیلی که من رسم میکنم دقیقا در راستای محور X. من فقط در ابتدا گفتم چرخش رو خدمتتون بگم، بعد برم به سایر زیر مجموعه ها بپردازم. فقط یادتون باشه اگر من تغییری دارم از بین زیر مجموعه در هر فرمانی وجود میارم، مثلا اگر در فرمان قبلی فرمان پولی لاین خاطرتون باشه که ما اومدیم پهنای چند خطی رو در آخری مثالش که ابتدا بود 14 و انتها بود 8 تغییر دادیم، این نکته مد نظرمون باشه که ما پهنا رو تغییر دادیم. اگر بخوایم در یه ترسیم بعدی دوباره چند خطی ترسیم کنیم، باید بیایم ویدت رو صفر کنیم. یعنی من باید بیام زیر مجموعه ویدت رو انتخاب کنم و عدد صفر رو به عنوان پهنا بدم تا بتونم ترسیماتم مثل قبلا باشه. خب دوباره من فرمان رکتنگل رو با تایپ حروف REC در خط فرمان انجام میدم و کلید انتر رو میفشارم. پس ما با فرست کورنر کجاست؟ یه بار دیگه نشون بدم تو این این فرست کورنر منه. آدر کورنر کجاست؟ این آدر کورنر منه. این فرست کورنر، اینم آدر کورنر منه. با بحث چرخش مستطیلم که آشنا شدید. خب ببینید بعد از اعلان specify first corner point یک سری من زیر مجموعه ها دارم که من این قسمت براتون مشخص میکنم. زیر مجموعه چمفر، در واقع با استفاده از زیر مجموعه چمفر من میتونم این گوشه ها رو که دارم در تصویر براتون مشخص میکنم، این گوشه ها رو بیام اصطلاحاً پخ بزنم. الان براتون انجام میدم متوجه میشین. زیر مجموعه فیلت، در زیر مجموعه فیلت باز میتونم این چهار تا گوشه رو اصطلاحاً گردش کنم. و زیر مجموعه الیویشن، این زیر مجموعه که در اینجا خدمتتون دارم توضیح میدم، زیر مجموعه الیویشن، با استفاده از این زیر مجموعه میتونیم چارزلی رو در امتداد محور زد به سمت بالا یا پایین ترسیم کنیم. زیر مجموعه سیکنس، این زیر مجموعه که دارم خدمتتون توضیح میدم، موجب نسبت دادن ضخامتی در جهت محور زد به چارزلی میشه. اینم براتون انجام میدم. و زیر مجموعه وسته که در فرمان پولیلان با اون آشنایی پیدا کردیم که میاد پهنای دلخواهی رو به خطوط ترسیم کننده مستطیل میده، که در مورد این زیر مجموعه هم خدمتتون
یه مثال حل میکنم. خب من قبل از اینکه بیام گوشه فرست کورنر رو مشخص کنم، میخوام با این زیرمجموعه مثال براتون حل کنم. ابتدا میام زیرمجموعه چمفر رو انتخاب میکنم، در خط فرمان در مقابل اعلان حرف سی رو که معرف زیرمجموعه چمفر تایپ میکنم و کلید انتر رو میفشارم. خب اینجا ببینید در خط فرمان اعلان از من چی خواسته. اسپسیفای، تعیین کنید فرست چمفر دیستنس، میگه فاصله اولین پختتون رو برای رکتنگل تعیین کنید. خب در داخل کادر پیشفر عدد صفره، من مثلا میخوام فاصله اولین پخم باشه یک. حالا اینو در این مثال هم دقیقا بهتون نشون میدم. یک، کلید انتر رو میفشارم. خب specify second یه ملاحظه کنید، specify second chamfer distance. خب اینو من میدم عدد 3 تا درک کنید که فرق first chamfer distance با second chamfer distance. اینو من دقیقا میدم 3، یا مثلا میدم 4، یه عدد بزرگتر میدم درک کنید. کلید انتر رو میفشارم. خب حالا اینجا اگر ملاحظه کنید در مقابل اعلان specify first corner point، من میام در این نقطه فرض اینجا کلیک چم میکنم. خب حالا از من specify other corner point خواسته، در این نقطه میام کلیک چم میکنم. خب یادتونه من اومدم first chamfer distance و second chamfer distance رو عدد 1 و 3 وارد کردم. خب ببین اینجا این قسمت که دارم براتون مشخص میکنم، این اینجا این فاصله عدد 1 و این فاصله ای که اینجا دارم براتون مشخص میکنم عدد 3. یعنی این از این نقطه که مشخص کردم تا این تقاطع گوشه first چمفر دیستنس بود و اینم از این نقطه تا اینجا هم سکند بود. من اگر میتونم فاصله ها رو به صورت برابرم انجام میدم. این بار یه مستطیل رسم میکنم به صورت فاصله های پخ رو برابر میدم. در صفحه ترسیم کلیک راز از منوی میان برد ریپید رکتنگل رو انتخاب میکنم. اینجا در خط فرمان برای من current rectangle mode گفته که چمفر 1:4. من این بار میخوام چمفر من باشه دقیقا مثلا 3:3. پس در مقابل اعلان specify first corner، قبل از اینکه بیام گوشی اول رو تعیین کنم، میام زیر مجموعه چمفر حرف C رو تایپ میکنم و کلید انتر رو میفشارم. اینجا first chamfer distance عدد پیشفرضیه که میدم 3 مثلا، فرق نمیکنه، 3 انتر میزنم. و second chamfer distance هم عددش 4 میدم 3، میخوام برابر باشم، کلید انتر رو میفشارم. حالا first corner point گوشه اول رو تعیین کنید و اینم گوشه دوم. ببینید دقیقا شکل من به یه همچین شکلی تبدیل شد. خب میخوام در مورد زیرمجموعه فلیت باهاتون صحبت کنم. کلید انتر از طرف کلید رو میفشارم تا آخرین فرمان اجرا بشه. خب الان آخرین زیرمجموعه‌ای که من اومدم از فرمان رکتنگل استفاده کردم چمفر بوده و به من میگه اینجا داره این عبارت current rectangle mode میگه مستطیلت با چمفر 3:3 رسم میشه. اگر من نخوام مستطیلم چمفر داشته باشه، باید بیام زیر مجموعه چمفر رو انتخاب کنم و اون first چمفر دیستنس و second چمفر دیستنس رو عدد 0 بدم. ببینید من اینو برای تو انجام بدم، 0 رو تایپ میکنم، کلید انتر رو میزنم. حالا اینجا در مقابل این اعلان که first چمفر دیستنس رو به من گفته عدد 3، اینجا عدد 0 رو وارد میکنم، کلید انتر، و در مقابل second chamfer distance هم عدد داخل کاد پیشفرض 3، اینم با 0 وارد میکنم و کلید انتر رو میفشارم. حالا ببینید first corner دقیقا برای من یه مستطیلی در اومد که گوشه هاش چمفر نداره. این بار من میخوام یه مستطیلی درست کنم که گوشه هاش فیلت داشته باشه، گرد گوشه باشه. در صفحه ترسیم کلیک راست ریپید انگل رو انتخاب میکنم. ببینید اینجا بعد از اینکه من اومدم فرمان رکتنگل رو رفتم دیگه current setting یا چیزی برای من نداره که به من پیغام بده. در خط فرمان حرف F رو که معرف زیر مجموعه فلیت تایپ میکنم، کلید انتر رو میفشارم. خب اینجا ببینید یه همچین اعلانی برای من ظاهر شده، specify fillet radius for rectangle، میگه اون گردی کمان گوشها برای مستطیل رو تعیین کن. عدد پیشفرض چنده؟ 0. خب من میام مثلا عدد 5 رو در خط فرمان تایپ میکنم و کلید انتر رو میفشارم. خب اینجا از من specify first corner رو میخواد. ببینید پس من برای زیر مجموعه مثل چمفر فیلت قبل از فرست کورنر دارم مشخص میکنم، کلید انتر رو میزنم. خب حالا ببینید
other corner point برای من در خط فرمان ظاهر میشه، من در نقطه فرضی کلیک چم میکنم. پس ببین من تونستم یه مستطیلی ترسیم کنم که اصطلاحاً گوشهاش فیلت داره، گوشهاش گرد گوش است. خب وقتی که در صفحه ترسیم با یه من دارم درگ میکنم، یعنی دارم مثل جابجایی‌ها رو با فشردن قطعه وسط موس دارم انجام میدم، ببین یه سری محدودیت‌ها داره برای من به وجود میاره. گفتم اینجور مواقع بیان رو نوار منوی ویو کلیک چپ کنین، از منوی آبشاری باز شده روی ریجن آل کلیک چپ کنین تا تصویر رو برای من قشنگ بازسازی کنه. ببینید دیگه الان دیگه اگر چیکارم محدودیت برداشته شده، قشنگ راحت میتونم این کار رو انجام بدم. خب این بار به توضیح زیرمجموعه الیویشن از فرمان رکتنگل می‌پردازیم. گفتیم زیرمجموعه الیویشن 4 زلی رو در راستای محور زد به سمت بالا یا پایین جابجا می‌کنه. خب من میام در خط فرمان در قسمت تایپ کامان حروف RC رو تایپ می‌کنم، کلید انتر رو می‌فشارم. اینجا باز ببینید گفتم همون کارنت رکتنگل مود کارنت سیتینگی که میگم اینجا نشون داده، میگه دقت کن کارنت رکتنگل مودت فیلت 5. خب من نمی‌خوام اون 4 زلی که میخوام در راستای محور زد بالا پایینش کنم اصلا فیلت داشته باشه، پس میام اینجا در خط فرمان F رو تایپ میکنم، کلید انتر رو میزنم و عدد 0 رو به عنوان فیلت ریدیوس معرفی میکنم. خب باز ببینید برگشتم دوباره به چی؟ دوباره برگشتم به اسپسیفای فرست کورنر پوینت. اینجا من میخوام از چه زیرمجموعه استفاده کنم؟ الیویشن، یا میام رو الیویشن کلیک چپ میکنم یا حرف ای رو که معرف زیرمجموعه الیویشن تایپ میکنم. اینجا گفته اسپسیفای دی الیویشن فور رکتنگلز، میگه اون جابجایی ارتفاعی چقدر باشه. من میتونم در راستای محور زد اینو جابجا کنم، مثلا میگم 100 واحد، بخاطر دقیقاً شما اینو درک کنید. پس در خط فرمان عدد 100 رو تایپ میکنم و کلید انتر رو میفشارم. حالا از من چی خواسته؟ فرست کورنر پوینت خواسته. در یک نقطه فرضی اینجا کلیک چم میکنم، آدر کورنر پوینت اینجا در نقطه فرضی کلیک چم میکنم. حالا های واقعا من میتونم به شما نشون بدم که این رکتنگل من در راستای محور زد به اندازه مثبت 100 واحد جابجا شده؟ نه، الان نمیتونم این کارو انجام بدم. من میام از اون گوشه بالا از کادر ویو کنترل روی تاپ، الان من حساب در نمای تاپ قرار دارم، روی تاپ کلیک چپ میکنم و SW آیزومتریک رو انتخاب میکنم. ببینید الان تصویر داره قشنگ بهتون نشون میده که دقیقا این آخرین مستطیلی که من با الیویشن 100 رسم کردم این دقیقا 100 واحد بالاتره. اون 5-6 تایی که من قبل نصب کردم، ببین اینا همشون تو الیویشن صفرم. پس دوباره روی از طریق کادر ویو کنترل روی استبلی آیزومتری کلیک چپ میکنم و روی تاپ کلیک چپ میکنم تا به نمای تاپ برگردم. مجددن فرمان اینجا ببینید من کلیک راست کردم که به فرمان رکتنگل برسم، ولی اینجا گزینه ریپیت ویو رو داره. من چطور میتونم به فرمان رکتنگل برسم؟ اینجا میام از ریسنت اینپوت از طریق این زیر منو فرمان، این کل فرمان هایی که قبلا رفتن داره به من نشون میده فرمان رکتنگل رو اجرا کردم. پس ببینید من اینجا یه بار دیگه کلید اسکیپ میزنم، اومدم در صفحه ترسیم کلیک راست کردم با این پیش زمینه که اولین گزینه رپید رکتنگل، در حالی که من بعد از رکتنگل فرمان ویو اجرا کرده بودم. پس میام اینجا از گزینه دوم ریسنت اینپوت از طریق زیر منوی مربوطه فرمان رکتنگل رو اجرا میکنم. خب من میخوام دوباره آقا این کارن رکتنگل مود من چی داره؟ الیویشن 100 داره، میخوام صفرش کنم. اینجا در خط فرمان تایپ میکنم ای انتر، عدد 0 رو وارد میکنم و کلید انتر رو میفشارم. خب گزینه بعدی سیکنس، این زیر مجموعه گفتم موجب نسبت دادن ضخامتی در جهت محور زد ها میشه. این چطوریه؟ حرف تی رو که معرف زیر مجموعه سیکنس در خط فرمان تایپ میکنم، کلید انتر رو میفشارم. اینجا گفته که اسپسیفای سیکنس فور رکتنگل در داخل کادر فیش پد، به این میگن کادر فیش پد، علامت کوچکتر یا بزرگتر داره صفره. میام اینم میام عدد 100 میدم، قشنگ میخوام درک کنید. کلید انتر رو میفشارم. حالا فرست کورنر و اینم آدر کورنر. حالا ببینید من باید باز دوباره نمام عوض کنم، روی تاپ کلیک چپ میکنم، SW آیزومتری رو انتخاب میکنم. ببینید در واقع یک مکعب مستطیل به من داد زیر مجموعه سیکنس، یه ارتفاعی رو در راستای محور زد به من داد. اینجا اگر ببینید این محور ایکس منه، محور ایگرگ و این محور عمود بر صفحه ایکس و وای محور زده. خب من دوباره روی SW آیزومتریک از کادر ویو کنترل کلیک چپ میکنم و نمای تاپ رو انتخاب میکنم، در صفحه ترسیم کلیک راست از ریسن اینپوت رکتنگل رو انتخاب میکنم. ببینید
بعد از فرمان رکتنگل من، کار رکتنگل مود من سیکنسش 100. من باید اینها رو بتونم کنترل کنم وقتی تغییر تو زیر مجموعه انجام میدم. اینجا میام حرف تی رو که معرف زیر مجموعه سیکنس بود تایپ میکنم و اون ارتفاع محور زد رو صفر میدم تا شکل من در نمای دو بعدی بتونه راحت ترسیم بشه. خب چه زیر مجموعه مونده؟ زیر مجموعه ویت. من ویت رو با تایپ حرف دبلی در خط فرمان تایپ میکنم و اجرا میکنم. خب میگی چه پهنایی داشته باشه؟ مثلا میگم آقا specify line width for rectangle 0. میگم پهنای خطوط من مثلا باشه 5. کلید انتر رو میفشارم، specify first corner و specify other corner. خب حالا اگه از اینجا به بعد دوباره بیام فرمان rectangle رو انجام بدم، ببینید من مثلا میام این بار از سرورگ هوم پنل درو رو آیکون رکتنگل کلیک میکنم و این مستطیل رسم کنم. ببین باز هم مستطیل من ویدث داره، خطوط من ویدث، من نمیخوام ویدث داشته باشه، من تو همون مرحله قبل میخواستم داشته باشه. پس میام در صفحه ترسیم کلیک راز ریپید رکتنگل رو انتخاب میکنم. اینجا ببینید دقیقا برای من، اینکه من میگم خط فرمان رو دقت کنیم و با دقت بخونیم، به این خاطر کارن رکتنگل مود من ویدثش 5. من میام حرف W رو که معرف زیر مجموعه ویدث تایپ میکنم، کلید انتر میفشارم و پهنای 0 رو بهش اختصاص میدم. حالا میام دوباره یه مستطیل دقیقا کنار این رسم میکنم. ببینید مستطیل من دیگه خطوطم پهنا نداره،